امسال پنجاهمین سالگرد یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ بشری است در ماه ژوئیه سال 1962 میلادی سفینه فضایی آپولو 11 سه فضانورد امریکایی را به کره ماه برد و برای اولین بار دو موجود زمینی بر سطح ماه راه رفتند و تاریخ ساختند در حالی که نیل آرمسترانگ و باز آلدرین روی سطح ماه قدم می گذاشتند نفر سومی در سفینه راهبر مسئولیت بس بر عهده داشت مسئولیت مایکل کالینز این بود که اون دو فضانورد را سالم از سطح ماه به سفینه مادر که در مدار ماه میچرخید منتقل کند و از اونجا به زمین بازگرداند این برنامه گفتگوی استیون ساکر از برنامه هارتاک بخش جهانی بی بی سی است با مایکل کالینز در فلوریدای امریکا بعد از گذشت پنجاه سال او درباره اهمیت اون معمولیت فوقلاده چه فکر می مایکل کالینز به هارتاک خوش آمدید خیلی ممنونم استیون امسال پنجه سالگرد مأموریت تاریخی اپولو 11 که شما هم عضو مهمی از اون بودید معناش اینه که توجه عمومی دوباره به اون مأموریت و شما جلب میشه در این مورد چه حسی داری؟ در اون پرواز ما سه نفر بودیم نیل آرمسترانگ، بالز آلدرین و من سه آدم بسیار خوششانس نیل آرمسترانگ متولد 1930 بود و باز آلدرین هم متولد 1930 و من هم متولد 1930 بودم اما ما ستا فرقهای زیادی با هم داشتیم نیل آرمسترانگ از در معرض توجه بودن فراری بود بالز آلدرین از اینکه در کانون توجه باشه خوشش می اومد و من هم از توجه زیاد خوشم نمیومد. به هر حال الان اینجاییم تا درباره اونچه که در سال 1969 اتفاق افتاد صحبت کنیم وقتی در این مورد حرف میزنیم آیا هنوز هم یه حس غرور دارین که موندگاره؟ خیلی زیاد خیلی به کاری که ستایمون کردیم افتخار میکردم اینکه به ماه رفتیم و برگشتیم با یک رشته کارهای شکننده و ظریف مواجه بودیم که تونستیم از پسشون بر بیاییم و کارمون رو با موفقیت انجام بدیم. البته علاوه بر ما ستا، حدود 400 هزار آمریکایی روی پروژه آپالو کار میکردن که قدردانی لازم از اونها نشده و میخوام ازشون تشکر کنم. میخوام به عقبتر در واقع به قبل از خود معمولیت و پیش از زمان گرفتن اون عکس های از جاپاها روی سطح ماه میخوام برگردیم به موقعی که جان اف کندی عهد کرد که هرچه سرمایه گذاری لازم باشه انجام بده تا یه آمریکایی رو به کره ماه بفرسته فکر کنم سال 1961 بود او گفت در یک دهه آینده این کار رو خواهیم کرد دقیقا موقعی که این حرف رو زد آیا شما هیچ با خودتون فکر کردی که اون آدم قرار شما باشین؟ آیا گفتین هر کاری از دستم بر بیاد می کنم تا بخشی از این کار باشم؟ نه این فکر رو نکردم. زمانی که جان اف کندی اون سخنرانی معروف رو درباره فرستادن بشر به کره ماه در دهی بعد کرد، من مشغول کله زدن با محاسبات در رابطه با آموزشگاه های پروازهای آموزشی در پایگاه نیروی هوایی بودم. و ایده رفتن به ما خیلی فراتر از حد من بود. اما وقتی که به برنامه فضایی ملحق شدم و به پروژه آپالو پیوستم، با گذر ماها بیشتر و بیشتر قدردان جانف کندی می شدم. سادگی خیره کننده ای رو داشت. دستوری که داده بود برای ما خارق العاده بود. می با تکه بر حرفش کارها رو پیش ببریم و روندها رو تسریع کنیم. می شود به آدم ها بگیم فلان چیز رو تا پس فردا می خواهیم. فرمان کندی و سادگی و زیبایی اون واقعا در تمام مسیر رسیدن به ماه کمکمون کرد. آیا حس نمی که بخشی از رقابتی هستین که در چارچوب جنگ سرد در جریان بود اهمیتی یک کندی به این قضیه میداد به خاطر نگرانی از کارهایی بود که شوروی کرده بود این در دقیقه شوروی ممکنه در رقابت فضایی از آمریکا جلو بزنه آمریکایی ها مصمم بودن پا به پا جلو بیان. آیا احساس نمیکردین که دارین در جنگ سرد مبارزه می کنین؟ یه مقداری چرا؟ مسلما حواسمون کاملا به اتحاد شوروی بود و با اونها رقابت داشتیم ولی اون مسئله به نوعی برامون پشت صحنه بود و مشغله ذهنی روزمره ما نبود. به طور روزمره این حس رقابت رو نداشتیم. مشکلات مشکلات خودمون بودن و سعی می کردیم آن مشکلات رو حل کنیم. و دست کم ذهن من یکی 99 درصد مشغول مسائلی بود که ربطی به شوروی نداشتن. You نهایتا شما همراه نیل آرمسترانگ و باز آلترین برای این مأموریت آپولو 11 انتخاب شدین. بعدش با اونها آموزش دیدین و با هم به اون مأموریت رفتین. پروژه بلند پروازانه بود و انجامش جرأت زیادی میخواست. برام جالبه بدونم چه جور ارتباطی بین شما و اون دو نفر شکل گرفت. ارتباط خیلی نزدیکی بینمون به وجود اومد ولی راستش نه در حین خود معمولیت و نه حتی در جریان آماده سازی های پیش از پرواز در طور دور دنیایی که بعد از پرواز داشتیم بیشتر با نیل آشنا شدم در طول دوره آموزشیمون برخلاف بقیه ما هیچ وقت پرسنل ذخیره نبودیم ما فقط در شش ماه قبل از پرواز با هم آشنا شدیم که زمان کوتاهیه به علاوه مسئولیت همون هم با هم فرق میکرد نیل و باز عمدتا یه جای دیگه بودن و روی ماشین ماهنورد تمرین میکردن در حالی که من معمولا تنها بودم و روی سیستم هدایت و فرماندهی کار میکردم واسه همین من بهشون میگفتم قریبه های دوستاشنی البته قصدم مطلق گفتن نبود ولی ما خیلی آدم های پرکاری بودیم و وقتی روز تموم می شد مهمونی نمی رفتیم سوار شورلت کوروت نمی شدیم. و خلاصه از این کارها همه فکر و ذکرمون کارمون بود ماها از پروژه جمنی اومده بودیم واسه همین قدری در حوزه فضا تجربه داشتیم پروژه جمنی خیلی جالب بود البته اندازش خیلی کوچکتر بود ولی خیلی جالب بود و حالت جمع جورتری داشت چیزی توی مایه های یه مسابقه ورزشی اما در مقابل آپولو 11 خیلی پروژه عظیمی بود احساس میکردیم وزن همه دنیا رو شونه هامونه زیر زربین بودیم و کارهامون به دقت بررسی می جدول زمانبندی مشخص و محدودی داشتیم و به نوعی همون قریبه های دوست داشتنی بودیم. We were being looked at and examined minutely. Uh, we were under a tight time table, time schedule, and uh, amiable strangers, we were, we were hmm. in a sense. Uh, but there's something intensely. قوانینی که در کارتون داشتین یه جنبه خیلی انسانی داشتن چون همونطور که گفتین آرمسترانگ و آلدرین روی قسمت فرود روی سطح ما متمرکز بودن و اگه بخوایم صادقانه بگیم اونها بودن که افتخار پا گذاشتن روی سطح ما نصیبشون میشد شما هم بخش مهمی از معمولیت بودین ولی در سفینه فرماندهی میموندید نقش شما در پیاده کردن اونها در ماه و برگردوننشون حیاتی بود باید آدم خاصی باشین که حاضر باشین خودتون رو وقف این مأموریت کنین و در این حال قبول کنین که بالاترین افتخار نصیبتون نمیشه آیا اینطور به قضیه نگاه کردین؟ مسلما فکر نمی کردم بهترین مسئولیت ممکن در مأموریت آپولو 11 نصیبم شده ولی با کمال صداقت میتونم بگم که از مسئولیتی که نصیبم شده بود خیلی هم زغزده زده بودم میدونستم که این فرصت نصیبم شده که یک سوم تیمی باشم که قرار این کار فوق العاده رو انجام بده و از جایگاه هم راضی بودم مسلمه که ترجیح میدادم من هم روی ماه راه برم ولی این وچه تمایز در اون موقع واقعا کم اهمیت به نظر می رسید و از مسئولیت هایی که در اون پرواز داشتم راضی بودم. بعضی ها گفتن که شما در اون جایگاه در واقع تنها ترین شغلی رو داشتین که یه بشر تا حال داشته چون وقتی اون دو نفر با هم رفتن که روی ماه فرود بیان شما تو سفینه فرماندهی موندین و دور ماه میچرخیدین و در بخش بزرگی از زمان گردش به دور ماه ارتباطتون با کل بشریت کاملا قطع بود چون در سمت تاریک ماه بودیم و هیچ ارتباطی با بقیه آدم ها نداشتیم هیچ انسانی تا به حال به اندازه شما در انزوا نبوده <applause> خب که چی؟ اون چه نوع تجربه ای بود؟ چه تأثیری روتون گذاشت؟ وقتی به زمین برگشتیم برام خیلی جالب بود که بیشتر سوالات خبرنگارها در همین مورد بود. می گفتن تو تنها ترین مرد در تنها ترین مدار دور تنها ترین سیاره بودی. در یک شب تنها ولی من در اون خونه کوچکم در سفینه فرماندهی کلمبیا خوشحال بودم قبل از اون سالها تنهایی خلبانی هواپیما کرده بودم و در نتیجه تنها بودن در کابین برام چیز جدیدی نبود خیلی راحت بودم ولی نهایتا مسئولیت خیلی سنگینی به عهدتون بود چون شما اون فردی بودین که باید مطمئن می آرمسترانگ و آلدرین به سفینه بر می گردن و شما نمیتونستید از قبل مطمئن باشید که وقتی ماه نوت سطح ماه رو ترک می کنه، واقعا درست کار می کنه یا نه و برام جالبه که بدونم آیا در ذهنتون برنامه برای وضعیتی که کارها طبق پیش پیش نره داشتین؟ روی اون قسمتی از پرواز دست گذاشتیم که بیش از همه نگرانش بودم خاطرم جمع بود که نیل و باز میرن پایین و فرود موفقی خواهند داشت برای بخش اعظم تجهیزاتمون زاپاس داشتیم ولی برای برگشتن اونها پیش من در سفینه فقط یک موتور، یک سیلندر و یک مخزن احتراق داشتیم و این تجهیزات باید بی نقص عمل می کردن. تا اونها بتونن از سطح ماه بلند بشن و به داره من برگردم. دور گردنم یک دفترچه 8 در ده اینچ داشتم که در اون 18 سناریوی مختلف برای اتصال مجدد دو سفینه یادداشت کرده بودم اگر همه چیز طبق برنامه پیش میرفت کار نسبتا ساده ای بود و قبلا بارها و بارها تمرینش کرده بودیم هیچ فکر کردی که اگه قرار بشه بدون اونها به زمین برگردین چطور میشه؟ مسلما بهش فکر کردم ولی خیلی کم قرار نبود خودکشی کنم در آن صورت تنهایی برمیگشتم به خونه البته برای بقیه عمرم اثرش رو میموند این رو میدونستم خیلی زیاد به این مسئله فکر نکردم ولی کاملا نسبت بهش آگاه بودم فضانوردهای زیادی در این مورد صحبت کردند مسلما در سال 1969 عده خیلی کمی چیزی که شما تجربه میکردید رو تجربه کرده بودند اینکه سیاره آبی ما رو از فضا ببینند آیا نگاهتون به بشریت و جایگاه ما در عالم هستی تغییر کرد؟ بله فکر می کنم تغییر کرد اگر یک قسمت از پرواز آپولو 11 باشه که توی ذهنم حک شده خاطره دیدن اون شیء کوچکیه که میتونستیم با ناخون روش رو بپوشونیم همون شیء آبی و سفید سفیدی ها ابر بودند و آبی ها اقیانوس ها رگه های هم از خشکی دیده شد. خیلی زیبا بود پس زمینه هم, هم که کاملا سیاه بود همه عمرم هم یادم میمونه دیدن اون صحنه باعث میشه آدم فکر کنه آیا واقعا آنقدر قشنگ و آروم و بکره؟ نمیدونم چرا کلمه آسیب پذیر از دل اون تاریکی به ذهنم خطور کرد. نمیدونم چرا. ولی با خودم گفتم عجب چیز کوچک و آسیب پذیری. تو این پنجاه سالی که این نگاه رو به سیارامون داشتین آیا فکر میکنیم ما آدم ها درک صحیح از این آسیب پذیری داشته ایم و بهش احترام گذاشتیم؟ نه فکر نمی کنم وقتی ما به ماه رفتیم جمعیت زمین حدودا دو میلیارد نفر بود ولی الان داره به هشت میلیارد نزدیک میشه و چه خوشمون بیاد و چه نیاد این رشد در وضعیتی اتفاق افتاده که نحوه تأمین مایحتاج زندگی اضافه جمعیت از منابع زمین به هیچ وجه درش لحاظ نشده فکر نمی کنم هیچ توجهی به این موضوع داشته این. Let me ask you if I may a اگه اجازه بدیم میخوام یه سوال شخصی درباره بازگشتتون به زمین ازتون بپرسم در اون موقع شما سه نفر شاید معروفترین آدم هایی روی کره زمین بودین شما کاری رو کرده بودین که برای مدت طولانی رویای بشر بوده و شما بهش جامعه عمل پوشوندین ولی تحمل و مدیریت کردن تمجیدها و همچنین قرار گرفتن در مرکز توجه عموم نباید آسون بوده باشه باز آلدرین در مورد دشواری های کنار اومدن با این وضعیت سریح صحبت کرده اون گفته من به ماه رفته بودم به این ور اون ور سفر کرده بودم ولی دیگه قرار بود بعد از این چی کار بکنم آیا شما همچنین احساسی داشتین؟ a feeling نه خیلی. من قبل از پایان پروژه آپالو از برنامه فضایی بیرون اومدم. تصورم این بود که با اولین فرود روی ماه به آنچه که جانف کندی ازمون خواسته بود جامعه عمل پوشونده بودیم. بعدش سراغ شغلهای دیگه رفتم. دستیار وزیر خارجه شدم و بعد از اون مدیر موزه ملی هوافضا شدم. هر دوی این شغلا بسیار مهم هستند ولی اگه در برنامه فضایی مونده بودین فکر میکنم اکثر کسایی که ناسا رو میشناسن موافقن که شما میتونستین به جایی برسین که یک ماموریت آپولو تحت مدیریت خود خودتون داشته باشین و کاملا این احتمال رو داشت که در سالهای بعد خودتون روی سطح ماه راه برین و شما از کنار این امکان گذشتین چرا؟ او به دلایل متعدد بعضی دلایل شغلی بودند و بعضی شخصی فکر می کنم در اون موقع دلایل شخصی تأثیر بیشتری روی تصمیمم داشتن تا دلایل شغلی همسرم پت تا اونجا وضعیت کاری مسحک من رو تحمل کرده بود خلبانی هواپیمای جنگنده، خلبان پروازهای آزمایشی، فضانوردی و بقیه قضایی این شغلها ساعت کاری درازی داشتند و باید زمان خیلی زیادی رو دور از خونه میموندم. و زمانی که از خونه دور بودم، خیلی موقع داخل اتاقک که شبیه ساز یا همون سیمولاتور بودم و دیگه از رفتن توی سیمولاتور خسته شده بودم. احساس میکردم من به تعهدم در قبال ناسا عمل کردم. فکر نمیکردم دینی به ناسا دارم. و البته فکرم هم نمی کردم که اونها دینی به من دارند ولی آیا اصلا متاسف نشدید که اون راه رو ادامه ندادین؟ البته که شدم ولی به هر حال شانس با بود و بالاخره یک جا باید تموم می شد وقتی دوست خیلی خوبم جن سرنان روی ماه قدم گذاشت آیا حسرت خوردم؟ که اون آدم میتونست من باشم شاید چنین فکری کردم ولی از شدت حسرت خوشکم نزد حس قوی نبود نه من تصمیمم رو گرفته بودم و ازش راضی بودم اون موقع دیگه در واشنگتن زندگی می کردم و شغل آبرومندی داشتم وضعیت خانوادگی خوبی داشتم در نتیجه دلیلی برای زیاد افسوس خوردن نداشتم همونطور که گفتین شما مدتی مدیر موزه ملی هوافضا بودین ارتباط خیلی نزدیکتون رو با دنیای اکتشافات فضایی حفظ کردین و فعالیت های ناسا رو از نزدیک دنبال میکردید فکر نمی کنین که بعد از خاتمه معمولیت آپولو ناسا به نوعی راهش رو گم کرد البته توسعه شاتل های فضایی معمولیت های بیشمار به فضایی و آزمایشگاه فضایی بوده ولی به نظر میاد دیگه به اندازه سابق پیگیر فرستادن نوردها به سفرهای اکتشافی نیستند فکر نمی‌کنین اشتباه بزرگی کردن I, I Do به نظر من ناسا بیشتر از اینکه راهش رو گم کرده باشه منابع مالیش رو از دست داده اینو خیلی با هم فرق میکنه. بعد از اتمام معموریت اپولو ناسا قدری تلو تلو خورد و مطمئن نبودن که چیکار میخوان بکنن. یه ایستگاه فضایی تأسیس کردن و شاتل فضایی رو ساختند. اینها قدم های مهم و به درد بخوری بود. البته به اندازه سفر به ماه هیجان انگیز نبود و مردم آمریکا را به وجد نیاورد و میزان علاقه به برنامه فضایی کمتر شد. ولی فکر می کنم شاید چنین چیزی بعد از خاتمه آپولو اجتناب نپذیر بود. بزنید راجع به مریخ صحبت کنیم شما همیشه طرفدار سفت و سخت اعزام فضانوردها به مریخ بودیم ولی چالش های سفر به مریخ خیلی زیاده و چنین معمولیتی خیلی طول میکشه دست کم دو سال آیا در بین سیاست مداره آمریکایی چون این دقدقه و پایبندی رو میبینین که بخوان سرمایه گذاری لازم رو برای اعزام انسان به مریخ بکنن؟ نحوه تامین مالی معموریت فضایی تا حدی تغییر کرده. به این معنا که هزینه رفتن به مریخ دیگه صرفا از مالیات هایی که دولت میگیره تامین نمیشه، بلکه مقداری پول خصوصی هم از سوی افرادی مثل ایلان ماسک در چنین پروژه هایی هزینه شده. شما از ایلان ماسک نام بردین و میشه به جف بزوس هم اشاره کرد. آیا با مشارکت اونها در پروژه های اکتشافی و اینکه به نظر میاد اونها بیشتر از دولت آمریکا به دنبال درنوردیدن مرزها هستند <applause> کنار می آین. به نظر من دولت آمریکا باید از اینکه اونها پولشون رو خرج این کارها میکنن استقبال کنه اگه اونها میخوان در این کارها میلیارد میلیارد خرج کنن دستشون درد نکنه وقتی داخل فضاپیما هستیم اینکه چه کسی پول ساختش رو تامین کرده مهم نیست. مسئله اصلی اینه که شما اونجا هستید با اونها دارن کمک میکنن که سفر به مریخ قدری زودتر از اونی انجام بشه که با تکیه صرف به منابع مالی دولتی امکانش بود. ولی اگه ما به عنوان نوع بشر در مورد مرحله بعدی اکتشافات فضایی جدی هستیم کاری که از اینهای سرسامآوری خواهد داشت و از نظر فنی هم فوقالعاده پیچیده خواهد بود آیا اینطور نیست که این اتفاق تنها در صورتی میتونه بیفته که همه قدرت های بزرگ با هم همکاری کنند یعنی ایالات متحده چین و روسیه به نظر من ما باید راهی برای همکاری پیدا کنیم. خیلی خوب بیادمه که در سفرهایی که بعد از مأموریت آپولو رفتیم به هر شهری که میرفتیم چیزی که می شندیم این نبود که خب شما آمریکاییها بالاخره این کار رو کردید بلکه معمولا مردم میگفتند ما موفق شدیم ما انسانها دست به دست هم دادیم و از پس این کار برومدیم و به نظر من باید روی این روحیه و نگاه که در اون مقطع زودگذر بود تاکید کنیم اما شی جین پینگ رئیس جمهور چین مدت پیش از رویای فضایی چین صحبت کرد چند ماه پیش دیدیم که چینیا با دقت فنی بسیار بالایی یک ماه پیما رو روی طرف تاریک ماه فرود آوردند <applause> <applause> کاری که پیش از اون انجام نشده بود در واشنگتن بعضیا خیلی نگران اهداف اقدامات فضایی <applause> چینی ها هستند <applause> به نظرتون حق دارن Well, it, the Chinese, I think so. فکر می کنم مسلما چینی ها مشکلات ایجاد می ولی فکر نمی کنم فرودشون روی طرف دیگر ما دست آورد تکنولوژیک که خارق ای باشه ولی بعضی از چیزهایی که در اونجا یاد خواهند گرفت فوق خواهد بود مثلا بعضی از مواد معدنی که میتونن از سمت دیگر ماه استخراج کنند و با خودشون به زمین بیارن خیلی خیلی ارزشمند خواهد بود و فکر میکنم ما با آمریکایی ها باید نگران چین به عنوان یک رقیب باشیم. اینکه چطور میشه بر این چالش غلبه کرد رو نمیدونم ولی فکر نمی کنم راهش بالا بردن تعرف های گمرکی باشه. من فکر می کنم ما باید یک جوری چینی ها و روس ها رو که در کنار ما روی این سیاره کوچک و آسیپذیر زندگی می کنن با خودمون در پروژه های فضایی همراه کنیم. اون هم به شکلی دوستانه نه خصمانه. وقتی قرنها بعد کتاب تاریخ نوشته میشن و دستاوردهای بشر طی بازه های زمانی خیلی طولانی رو بررسی میکنند فکر میکنید فرود بر ماه و فرستادن انسان به ما و تماشای راه رفتن اونها بر سطح ماه در بین دستاوردهای مهم نوع بشر در چه جایگاهی قرار میگیره؟ فکر میکنم دو پروازه خیلی مهم بودن. آپلو 8 و آپاللو 11.پلو 8 روی ماه فرود نیومد ولی اولین فضااپیمای ساخته دست بشر بود که برای فرار از میدان جاذبه تونست به سرعت لازم برسه. خیلی مأموریت مهمی بود. شاید به مهمی آپلو 11. هدف آپلو 8 رفتن از زمین بود و هدف آپولو 11 برگشتن به اون. مطمئن نیستم صد سال دیگه کدوم دست از مورخین دست بالا رو خواهند داشت. اونهایی که میگن رفتنمون مهمتر بود یا اونهایی که میگن برگشتنمون مهمتر بود. به نظر من هر دو مأموریت دستاورد عظیمی بودن. امیدوارم زمانی که به سمت مری حرکت میکنیم بتونیم با یه فضاپیما بریم و با یکی دیگه برگردیم. فکر میکنم بشه همون کار رو تکرار کرد. البته شاید اینجا خلاف حرف خودم رو بگم ولی بگم که شاید اولین پرواز به مریخ تعمدن یک طرفه باشه و برگشتی در کار نباشه. مایکل کالینز خیلی <التصال> ممنونم از اینکه مهمان هارتاک بودین صحبت باهاتون خیلی لذت بخش ممنون استیون بی, بی شبکه محبوب منه